در یه تا خارو فرزند بدخشانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز مسکن من قندهار و تفریگاهم بامیان عاشقی دایکنده و پنشیر و پغمانم هنوز عاشقی دایکنده و پنشیر و پغمانم هنوز میهنم از تاف و تاب و گلشنی شعر و ادب زنده خاک و گدای این دبستانم هنوز زنده خاک و گدای این دبستانم هنوز من بعی علم و هنر با شرحرات با سلطان دوست داری بالغ سخست و هم لغمانم هنوز دوست داری بالغ سخست و هم لغمانم هنوز از زمر رو تا بلعل و لاجورد و نفت و گاز گنجوها افتی دست در کوه و دامانم هنوز قبل از فتحات و ساختار اردوی وقت به اساس مشوره نیروهای اشغالگر امریکایی و همقطران قطرهای بین المللیشان و به وجود آمده بود و ساختار تشکیلاتیشان هم به اختیار از اونا بود و اونا هیچ وقت نمیخواستن افغانستان یک اردوی مستقل داشته باشه و توانمندی میدان محاربه را داشته باشه و او قسم اردو را اونا نمیخواستن به همگی معلوم است البته در مدت 20 سال زمان و دوران اشغال وقت جمهوریت و تشکیل توپچی را تقریبا اشغالگرا به صفر رسانده بود تنها در خود کابل جمله تشکیل خود ریاست به 5 نفر حتی اینا آمده بود فقط مست یک نام توپچی بود دیگر توپچی وجود نداشت الحمدلله و المنه بعد از فیروزی و بعد از فتحات سرتاسری امارت اسلامی افغانستان و مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان در کنار سایر وزارتخانه ها در ساختار اردوی اسلامی و در تشکیل اردو در تشکیل صنف توپچی که یک بخش یک صنف اساسی یک مهم اردوی اسلامی است به یه الحمدلله مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص مقام رهبری وزارت دفاع ملی و سدرسیس در این بخش الحمدلله توجه خاص داشتن با کدام کمیت فعلی که الحمدلله این بخش توپچی تشکیل منظوریش آمده است و نظر به همین کمیت فعلی الحمدلله با کیفیت خوبی الحمدلله رسیدگی است به این مدت 2 سال الحمدلله فعالیت های زیادی در این بخش الحمدلله شده است به این اساس گفتم می توانیم الحمدلله و المنه ریاست توپچی سدرسیس وزارت دفاع ملی در بخش ارتقای ظرفیت سازی و مسلک سازی پرسنل توپچی الحمدلله ما دستاوردهای بزرگی داریم از سال 1401 تا به این سال الحمدلله و المنه 2968 نفر از مراکز تعلیمی و تحصیلی و از قماندانی تعلیمات مشترک از دپارتمان توپچی مکتب قوت‌های محاربوی از پوانتون دفاع از مراکز تعلیمی قماندانی قلورده های صحاوی و جزتام ها الحمدلله ما فارغان داریم که 2968 نفر الحمدلله فعلا بعد از فراغت مصروف فعالیت های جهادی شان است در بخش توپچی در همه قطعات جزتام ها مصروف فعالیت های خود می باشند و 351 نفر در دپارتمان توپچی قماندانی تعلیمات مشترک و پانتون دفاع و مراکز تعلیمی قلورده های صحاوی و جزتام ها 351 نفر جمله مصروف تعلیم و تربیه مسلکی توپچی هستند مطابق پلان الحمدلله در کل مرکزهای تعلیمی الحمدلله درس ها و کورس های مسلکی توپچی جریان دارد در اولین جشن پیروزی امارت اسلامی افغانستان در نوی سنبله 1401 الحمدلله سهم فعال را ریاست توپچی داشت از جمله به همگی البته معلوم است همگی دیدن و صحنه را
اسکار، لونا، اورگان، بیم 21، توپای دی سی، مختلف نو سلای توپچی را الحمدلله ریاست توپچی با کمترین وقت، با کمترین مصارف الحمدلله توانستن و به تمام دنیا امارت اسلامی افغانستان قوت نظامی خود الحمدلله نشان دادن و با ملت خود الحمدلله یک اطمینان بخش بود این جشن. فعلا هم الحمدلله والمنه در بخش ترمیم در کل ورکشاپ های مرکزی در ترمیمخانه مرکزی یا ورکشاپ های قلورده ها و اجزات ما توانستیم الحمدلله 181 ضرب سلای مختلف نو توپچی را بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان ترمیم نمودیم و به خاطر اجرای وظایف به موقع های مشخص جابجا شدگی است و آماده هر نوع فعالیت هستم انشاءالله. و ما از همین جمله گفته می توانیم با همکاری و هم و حمایه بیدریغ مقام رهبری وزارت دفاع ملی و صدر استس در رأس مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حفظه الله و با همکاری همه مسئولین بالا مقام ما الحمدلله توانستیم در طول 20 سال کنام سلای سقلی که سرمایه ملی سرمایه یک ملت به شمار می رود از ساحات مختلف دور اطراف کابل از جمله پروان، جبل سراج، رشخور، چمتله از مختلف جایها الحمدلله در یک مکان مشخص جمع آوری نمودیم و جمله تعداد 402 ضرب توپ توپ هایی که بسیار قیمت زیاد دارند. شاید ما در بازار آزاد اینطور سلاح را ما جمع آوری کردیم که در بازار آزاد شاید $1,000,000 خریداری کردن نتانیم. $1,000,000 از همین جمله ما 402 ضرب توپ الحمدلله و افتخار گفتم میتانیم و انشالله به طور مثال ما به خاطر اثبات این گپ خود نشان هم داده میتانیم جمع آوری کردیم و الحمدلله مدتی 2 ماه می شود 50% پرسنل توپچی ما پرسنل ما از ریاست در همان موقع مشخص خود مصروف حفظ مراقبت و صفاکاری و ترمیم توپ های جمع آوری شده هستند. از همین جمله ما بغیر از قلورده ها و بغیر از قطعات جستجو ما در مرکز قمانانی بطره توپچی حفظ مراقبت 393 ضرب توپ را ما الحمدلله حفظ مراقبت کردیم و ترمیم کردیم و صفاکاری کردیم. از جمله بیم 21 است، توپای دی سی است، توپای 155 میلی ترکی است، توپای 152 میلیمتری است، توپای 100 میلیمتری است و بیم 14 است، توپای دی سی است. مختلف نو توپا را ما الحمدلله جمع آوری کردیم و ترمیم کردیم. البته بسیار با مصارف کم. جهت رشد و ارتقای ظرفیت های مسلکی پرسنل توپچی ما الحمدلله در قلورده ها در طول 2 سال 3 مرتبه ما الحمدلله سفر کردیم و گروپ ها را تشکیل دادیم. از 34 ولایت افغانستان و تمامی قلورده ها و تمامی لواها را الحمدلله دید و بازدید کردیم. از کارهای اداریشان، از بخش تعلیم و تربیتشان، از بخش ترمیم و تخنیک و ورکشاپشان، از لحاظی که پرسنل چقدر مسلکی شده الحمدلله دید و بازدید کردیم و سیمینارها را با قطعات چیزا ما دایر کردیم. الحمدلله در این بخش هم دستاوردهای خوبی داشتیم و پرسنل ما الحمدلله والمنه مجاهدین توانمندی اجرای وظیفه را دارند. در کل قطعات جزئیات ما الحمدلله کارهای اداریشان هم خوب است، تعلیم تربیتشان هم خوب است، بخش ورکشاپ تکنیکشان هم خوب است. الحمدلله در بخش حفظ و مراقبت سلاح توپچی هم الحمدلله مهارت خاص خود دارند و انشالله العزیز در این بخش هم ما دستاوردهای خوبی را داریم. در ملی اسلامی اردو خبروان محترم لیدونکو، در فتح مخ که در توپچی او زردار څنګه د هواد دښمنانو او اشغالګرانو لوري په بشپړ ډول لمنځه تللی وه او د هواد دغه ملی سرمایه ډی ډی آر کړه، خو له نیکه مرغه د اسلامي امارت له راتګ سره یو ځل بیا د اسلامي امارت د مشرتابه او په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت په هدایت سره دغه څانګه د ملي اسلامي اردو په لیدو کې ایجاد او فعال شوه، چې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه یې دغه لویې ثقیله وسلې راټولې او د مسلکي تخنیکرانو پر مټ یې د دوهم ځل لپاره ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړې. ما الحمدلله توانستیم کې یک سلایی که سرمایه ملی بود به نام دی دی آر
یعنی بیخی به درجه نابودی رسیده بود. و الحمدلله این سلاح ها کلان جمع‌آوری شده، ترمیم شده و حفظ مراقبت شده است. چونکه به تمام مردم الحمدلله امروز آشکار شد، معلوم شد غلامی حکومت گذشته. قبلا هم ما میدانستیم که اینا غلام بودن، اشغالگران نمیخواستن که وطن ما آزاد شوه، یک اردوی مستقل داشته باشه. و بعد از اینکه ما بعد از فتوحات به ریاست آمدیم، در این بخش زیاد الحمدلله معلومات پیدا کردیم. به نزد مردم خو اشغالگرا فکر میکنن بسیار چیز به وطن کمک کرده باشن. ما بعد از اینکه به اینجا آمدیم این معلومات اخذ کردیم، برای ما ثابت شد که امریکایی ها، اشغالگرا، ناتو، ملل متحد با وطن ما چقدر که همکاری کرده، اینا ده ها مراتب بالاتر از این برای ما خساره وارد کرده است. از همین جمله صدها نه هزارها توپا و تانگای زیردار و صدها ضرب توپای دی سی و مختلف نو سلاح توپچی را اینا در کبار انداختن و حتی انفجار داده بودن. امریکایی ها اینا خیلی سلاح مهم را نام نمیگیریم، البته ضرورت به نام گرفتن نیست، خواهیم قدر کفایه میکنه. امریکا بسیار سلاح مهم و قیمتی توپچی را انفجار داده بودن و حکومت وقت و نمیفهمیم که چرا چیزی گفتن نگفتن. البته معلوم است که توانمندی گفتن را نداشتن و یک امریکایی که دشمن است با لباس دوست اینجا آمده بود، همه که معلوم میدانستن که دوست نبودن. و سلاحی که میلیون دلار قیمت داره و چطور انفجار میده و قماندان سیب قلوردو خبر است به چیزی نمیگه، وزیر دفاع خبر است چیزی نمیگه، قماندان لواء خبر است چیزی نمیگه، خب معلوم است گفته نمیتونه. و الحمدلله و المنه امارات اسلامی افغانستان اونمو سلاح تخریب شده را الحمدلله ترمیم کرده. به مقام رهبری امارات اسلامی افغانستان، خصوصا به مقام رهبری صدر سیس و مقام رهبری وزارت دفاع ملی، انشاءالله تعالی اطمینان داده میتونیم. ما الحمدلله پرسنل توپچی در هر شرایطی که ضرورت میشه، انشاءالله هر نوع قمانده‌ای که میکنن، انشاءالله تعالی آماده اجرای وظیفه هستیم. و به خاطر حمایه قوای پیاده و به خاطر حمایه سرحدات، انشاءالله تعالی پرسنل توپچی ما توانمندی اجرای وظیفه محاربه را دارن. اسم ما مولوی ابو ضعیف عبدالقادر حقنوا، مدیر تعلیم و تربیت ریاست توپچی صدر سیز وزارت دفاع ملی افغانستان عزیز. ما به البته به مدت دو سال می شود، به حدود دو سال می شود، 402 ضرب مختلف انواع توپ دی سی، اوراگان، لونا و دیگر از انواع سلاح سرکیله در اینجا از همه نقاط ولایت کابل در اینجا جمع‌آوری کردیم و دیگر 293 ضرب توپ دی سی را ما فعال ساختیم و تقریبا 3000 نفر مسلکی از مدیر تعلیم و تربیت سعی کوشش خود تلاش خود را به خرج رساندن تا اینکه به خاطر سطح بلند بودن دانششان، به خاطر مسلک بودنشان، تا اینکه یک خدمت ارزنده را در افغانستان عزیز در آینده بتونن در اونا خدمت کرده و در جامعه تقدیم شده اونا بتونن که عملی کنن و در جامعه تقدیم شده خدمت به ملت مظلوم افغانستان عزیز خود بتونن. از تمام زون کابل که ما سلاح توپچی را جمع کردیم، انواع مختلف سلاح توپچی است. فعلا همین سلاحی را که در مقابل سر ما میبینی، سلاح به نام توپ 100 میلیمتری است که منزل از همین سلاح تا 26 کیلومتر انداخت میکنه و از این ما به قدر کافی مهمات هم داره. ما دو بطری توپچی از این را آماده ساختیم که در صورتی که ضرورت میشه به جسامای پیاده ما، ما این را نظر به عدات وزیر صاحب دفاع این را توضیف کنیم و جور کنیم. و همچنان ما سلاح دیگه مختلف نوری از جمله سلاح 57 داریم، 76 سرلا داریم، MC داریم، DC داریم که
که ما این سالهای مختلف را هم آماده کردیم و ضمناً ما می خواهیم که تیم تکنیکی که فعلا اینجا آمده ایم و یک وظیفه دیگه را که ما انجام دادیم این است که تمام پرسنل امارت که ما اینجا کار میکرد کلش مسلکی شدین و یا سر از این مردم ها در این دو نیم ماهی که ما اینجا کار کردیم خشتشان را باز بسته کردیم، سالها ترتیب تنظیم کردیم، همه را هر پرسنل ما میتونه که یک سالها را حفظ و مراقبت کنه و پاکاری کنه، خشتش را باز بسته کنه و در آینده ها به خیر و خوبی انشاءالله در نظر است که یک درس مسلکی را در حدود یک و نیم ما میخواهیم پلان بکنیم که این افراد ما در هم در سالهای توپچیری اکتیف ما و هم در سالهای توپچیر صدر اقدار ما بتانیم که در آینده ها به خیر و خوبی وظایف دوری که بباشه انجام بتن و یک ورکشاپی که فعلا فعال داره ما میتانیم که به خیر و خوبی در آینده ها اگر از جستامای دور ما یعنی از قرودهای ساحایی ما اگر سلام ایجا بیایم ما میتانیم که جور کنیم و ترتیب کنیم و ایرا پس بتیم بر جستاما کورا مورد استعمال قرار بگیره. فعلا ما سه دستگاه بیم بیستی که چل مشهور به پیش مردم و مشهور به چل میل است آماده اجرای وظیفه کردیم. 452 میلیمتری روسی کسی را هم آماده و اجرای وظیفه کردیم. خود شما در تصویر میبینی همچنان ما 41 بطری توپچی 100 میلیمتری سی را آماده کردیم به اجرای کار و همچنان 12.85 میلیمتری آماده اجرای وظیفه کردیم. در حدود 250-256 ضرب دیگه شا مانده که ما بخیر خوبی داریم. ساتنی اوتانین بطری دستروی برسه افسر. من پر مدد دوانیم میاشه که تقریبا مختلف دول سلگان توپچی په مرکز کې د سلسله قطات نه جمعوري کړی دی او په دلته موږ په همکاري د ریاست توپچی او په خپل د ساتنې او ترنې بطرۍ په پرسنل په مټ باندې موږ ترمیم کړی دی او مفظ مراقبت کړی دی. د په تشکیل کې موږ څلورو درې دانې دستګاه د اوراګان دي چې دا دستګاه د اوراګان چې د هغه له دوه قسمت څخه جوړ شوی دی. یو قسمت د خپله دستګاه ده چې پاس په هغه باندې 40 میلو څخه تشکیل شوی ده چې 40 میله هم ورته وایي په ملکي هغه کې او بل خپل واسطه ده چې دوه قسمت نه یو پاس چې دا 40 میلی دی او لاندې دی خپل واسطه ده. دا 40 میلی دا تقریبا 40 کیلومتره مسافه ولي 40 کیلومتره مسافه ولي او هدف چې په 40 کیلومتر کې وسی کې هدف تخریب کوي. بل دا 40 میلی دا په مختلف داس په ترتیب باندې انداخ نه کوي. دو ترتیب د اول ورپسې څلورم ورپسې همداسې اتم دا انداخ کې په دې خاطر باندې دو موازنه برابره وسی که چیرته د انداخ په وخت کې دو موازنه برابره نه وسیږي موږ ته مشکل رامنځته کیږي او هدف هم په جای باندې نه لګیږي. او موږ دا کولی سو په دوه رقم ته باندې په دوه ترتیباتو باندې موږ د انداخ لپاره آماده کړو. یا یې په الکترونیکي ډول باندې چې موږ د برق په سیستم باندې خپله د ماشین په واسطه باندې چې خپله په دستګاه کې شامل ده موږ په هغه باندې کولی سو په اهداف لپاره یې راولو. او بل هغه په میخانیکي ډول باندې چې هغه موږ کولی سو خپل د لاس په واسطه باندې هغه موږ په هدف ته راولو هدف تخریب کړي. موږ په مدت دوه نیمې میاشتې کې تقریبا مختلف سند توپچی او درې دن دستګاه د 21 موږ ترمیم کړي دي او د پاتې درویش دستګاه د 21 دي او تقریبا 15 درې دن دستګاه د اوراګان دي هغه موږ کار لاندې دي او په هغه باندې موږ فعالیت کوو نو هغه موږ کولای شو چې د ترمیم کړو او د انداخ لپاره آماده کړو. نو زما په آخره کې پایان ته د اول د ملي دفاعي ځواکونو ته ټول ته دا پیغام ده چې خپله سلا څنګه کلکه ساتنه وکړي خپله د سلا د حفظ مراقبت کې ډېر ضروري اوسیږي او ډېر مهم رول ولوبوي. په دې خاطر که چېرته موږ خپله سلام پاکه نه اوسیږي نو دښمن موږ زړه له منځه وړلی شي. نو موږ باید خپله سلا پاکه وساتو تر څو په دښمن باندې برلاسي اوسیږو. خلکو ته زه اطمینان ورکوم چې د ملي دفاع وزارت ټول ځواکونه اوږه په اوږه خپل سره ولاړ دي او د وطن څخه په کلکه باندې دفاع کوي. دردهای بی حد دارد نورستانم هنوز دردهای بی حد دارد نورستانم هنوز قرغه و گل قند و بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر نجیب الله فارغ تحصیل اکادمی ملی نظامی امارات اسلامی افغانستان. من مدت یکی ارمای بلده بسم نشه بسه جمله پرسنلش ریاست توپچی سرد وزارت دفاع ملی امارات اسلامی افغانستان تقریبا یک کار مای بولد بگه مصرف ایشمز به ایشلاری که به کمک چه وصال درده کمک منم محترم دگاه صاحب احمد جان که بلایق آدم ده چونی کمک منم و محترم رئیس صاحب کمک منم بس قرال ده که یک کار مای گه منشتوغ لاری که کورسنه بگه میدان کورسنه به نامده کلدک
و بس آمده هم از هر نوع حملات که از طرف دشمن طرف نمیزه که بلازه شورا همسایه خارج بزنه بسنده عمل اقلاده بس آمده دفاع مست. به تشکل خاص حکومت بلندپایه دولتان که بس جمهوریت که تحصیل کردک ولی بعد از فتح با تایید محترم مولای صاحب یعقوب وزیر صاحب دفاع ملی افغانستان بس فارغ بولدک و با تایید بول محترم وزیر صاحب بس به تعیین بس بولدک و فعلا آمده خدمت وطنگم است. دوام برتمن اقبال احمد هستم، افسر حفظ و مراقبت ریاست توپچی بطریه. مدتی 7 ماه میشه که من اینجا وظیفه اجرا میکنم. جا داره که تشکری بکنم از هیئت رهبری امارت اسلامی که بعد از فتح ما را به رهبری وزیر صاحب دفاع ما را خواستن. دیگه بعد از سپر نمودن دوره مسلک 4 ماه کمتیسی ما در بطری ریاست توپچی جا تعیین بست شدیم. مدت 7 ماه میشه که جا وظیفه اجرا میکنیم. دیگه اطمینان برای هموطنان عزیز میتیم که جای نگرانی نیست، جای تشویش نیست. انشاءالله با زور خدا حکومت امارت اسلامی اطمینان میتیم به همگی که امنیت تامین است. هر نوع تهدید از هر گوشه و کنار افغانستان چه هم داخل چه بیرو ما اطمینان میتیم که انشاءالله هیچ مشکلی نیست. دیگه امارت اسلامی اردوی ملی افغانستان سراپا خدمت به مردم است. سمنگانم هنوز مسکن من قندهار و تفریگاهم بامیان عاشقی دای کندی و پنشیر و پغمانم هنوز عاشقی دای کندی و پنشیر و پغمانم هنوز فصل زیتون جلال آباد و توتی گلبهار تشنگی انگور شدیدن دی پروانم هنوز تشنگی انگور شدیدن دی پروانم هنوز از سری پول تا فرازی قله های هندوکش درد های بی حدی دارد نورستانم هنوز درد های بی حدی دارد نورستانم هنوز قرغه و گل قندی و بالا حصار و باغ وش تفریگاهی خاص و عام است این وطن دانم هنوز تفریگاهی خاص و عام است این وطن دانم هنوز صدقه آب و فضا و دشت و کوسار شبم در فراق هجر تو عمر است و گریانم هنوز در فراق هجر تو عمر است گریانم هنوز آه و حسرت میکشد متوکل کبلخی از کمینی دشمناند من پریشانم هنوز از کمینی دشمناند من پریشانم هنوز زاده ای تخار و فرزند بدخشانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز شهر و بند کابل و بلخ و سمنگانم هنوز مسکن من قندهار و تفریگاهم بامیان عاشقی دای کندی و پنشیر و پغمانم هنوز عاشقی دای کندی و پنشیر و پغمانم هنوز.